رواندایی که پر از تناقض، با اینکه مردمان فقیری داره، امیرترین کشور دنیاست. با اینکه وسط قاره ناامن آفریقاست، ششمین کشور امن دنیاست. و با اینکه تنها 30 سال پیش حادثه نسل‌کشی توش اتفاق میفته و همینطوری میشه که در عرض 100 روز تقریبا 1 میلیون نفر آدم کشته میشن که معادل با 10% جمعیت اون زمان رواندا است. عشق اگه یک کشور بود، اون کشور قطعا رواندا است. رواندایی که پر از تناقض، با اینکه مردمان فقیری داره، تمیزترین کشور دنیاست. با اینکه وسط قاره ناامن آفریقاست، ششمین کشور امن دنیاست. و با اینکه تنها 30 سال پیش حادثه نسل‌کشی توش اتفاق میفته، امروزه کشوریه که به صلح و ثبات و اقتصاد در حال رشد شناخته شده. من و بهنام 1 ماه توی کشور رواندا زندگی کردیم و مدتی که توی شهر کیگالی بودیم از موزه جنوساید دیدن کردیم. این موزه یکی از قشنگترین و در عین حال تلخترین موزه هایی که من تا الان دیدم، که در واقع میاد تصویر جنوساید و اون حادثه نسل‌کشی که توی رواندا اتفاق میفته رو به تصویر میکشه. توی موزه توضیح میده که سالها پیش دولت استعماری بلژیک برای اینکه بین دو قبیله اصلی رواندا، یعنی هوتوها و توتسیها، اختلاف و تفرقه بندازه، میاد شروع میکنه به اینها کارت شناسایی دادن که توی اون کارت قبیله افراد ذکر شده بوده. و بعد میاد کارهای مهم اداری رو واگذار میکنه به توتسیها. کارهای این چنینی دولت بلژیک کم کم باعث میشه که حس تبعیض و بی‌عدالتی بین هوتوها تقویت بشه، تا جایی که وقتی تو سال 1994 رئیس جمهور رواندا که یک هوتوی میانه رو بوده ترور میشه، هوتوهای تند رو میان و بقیه مردم عادی هوتو رو مسلح میکنن و میرن رادیوی ملی رو در دست میگیرن و به دروغ میگن که رئیس جمهور رو توتسیها کشتن و اگر که ما الان توتسیها رو نکشیم اونها ما رو خواهند کشت. من همونجاست که اون حس تبعیض و بی‌عدالتی و تفرقه‌ای که دولت بلژیک سالها پیش توی دل این هوتوها کاشته بوده خودش رو نشون میده، تا جایی که همسایه هوتو به همسایه توتسی خودش رحم نمی‌کنه و همینطوری میشه که در عرض 100 روز تقریبا 1 میلیون نفر آدم کشته میشن که معادل با 10% جمعیت اون زمان رواندا است. درک این موضوع برای من خیلی سخت بود، مخصوصا هرچی که بیشتر توی موزه راه میرفتم داستانهای دردناک بیشتری رو میخوندم. حتی بعضی جاها زن و شوهرهایی که زیر یک سقف سالها با همدیگه زندگی کرده بودن و حالا یکیشون توتسی بود و یکیشون هوتو، به جان همدیگه افتاده بودن. هرچی که بیشتر و بیشتر میخوندم بیشتر به این پی میبردم که ریشه خیلی از این جنگ ها و اختلافات تعصب‌های بیخودی که آدم‌ها دارن، تعصبات نژادی، قومیتی، مذهبی. توی قسمت دیگه از موزه پوسترهایی بود از آدم‌های معمولی که نه تنها تو این شرایط تحت تاثیر تعصبات قرار نگرفته بودن، بلکه با تمام شجاعت و شهامتی که داشتن تلاش کرده بودن که جون انسان‌ها رو تا جایی که میتونن نجات بدن. یکی از اون انسان‌های معمولی یه پیرزن 70 ساله بود به اسم زورا، که توی روستایی نزدیک شهر کیگالی زندگی میکرد. زورا اطلاعات زیادی راجع به گیاه‌های دارویی داشت و به همین خاطر تونسته بود به مریضای زیادی توی روستا کمک کنه. برای همین مردم روستا خیلی دوستش داشت و در واقع اعتقاد داشتن که زورا با خدایان در ارتباطه و دستان زورا شفا بخشه. توی حادثه نسل‌کشی خیلی از بچه‌های توتسی پدر و مادرهاشون رو از دست میدن و از ترس جونشون فرار میکنن به روستاهای اطراف کیگالی. هیچ کسی جرأت نمیکنه به اینا پناه بده، اما زورا اینها رو در خانه خودش میپذیره. اما خونه زورا خیلی کوچیکه و جای کافی برای پناه دادن به این همه بچه رو نداره. بنابراین شروع میکنه زیر مزرعش تونل هایی حفر کردن که بتونه این بچه ها رو پناه بده. زورا 150 تا بچه رو توی خونه خودش همینطوری جا میده. خودتو به زودی به سراغش میان تا این پناهنده ها رو ازش بگیرن. برای همین با استفاده از شهرتی که داره خودش رو برای این شرایط آماده میکنه. میاد لباس شبیه به جادوگرها به تن میکنه
و تعداد زیادی دستبند و پابند میپوشه که بتونه صداهای عجیب و غریب تولید کنه. و چون شناخت زیادی از داروهای گیاهی داره، لباسش رو آغشته به گیاهی میکنه که وقتی با پوست انسانها تماس پیدا میکنه باعث سوزش شدیدی میشه. خلاصه نیروهای هوتو طبق انتظار میان سراغ زورا و ازش میخوان که پناهنده ها رو تحویل بده. اما زورا حالتی شبیه به جادوگرها میگیره و سر و صدا با دستبند و پابندهاش درست میکنه و میگه که خانه من محل خدایانه و اگر شما بدون اجازه من وارد خونه بشین مورد خشم و غضب این خدایان قرار میگیرین. چند تا از این هوتوها بهش میخندند و میان که این رو کنار بزنن که وارد خونش بشن، اما به خاطر تماسی که به لباس زورا دارن توی دست و صورتشون سوزش شدیدی احساس میکنن که میترسن که نکنه ما واقعا مورد غضب خدایان قرار گرفتیم و خلاصه فرار میکنن. و اینطوری زورا میتونه به دفعات متعددی که خطوها میان سراغش جون این بچه هایی رو که بهش پناه آوردن نجات بده. و قضیه وقتی قشنگ میشه که بدونیم زورا خودش خطو بود و به این توتسی های بیپناه کمک کرد. حادثه های این چنینی که من توی موزه جنوساید خوندم خیلی روی من تأثیر گذار بود. بخش آخر موزه توضیح داده بود که نیروهای صلح سازمان بین الملل با اینکه میتونستن جلوی نسل‌کشی رو بگیرن هیچ غلطی نمی کنن و در نهایت این چریک های توتسی هستن که از کشورهای دیگه وارد رواندا میشن و نسل‌کشی رو متوقف می کنن. تازه اونجا بود که یه خورده حالم بهتر شد وقتی که خوندم این چریک های توتسی وقتی که نسل‌کشی رو متوقف می کنن سران نظامی این فاجعه رو می گیرن، بعضی هاشون رو اعدام می کنن و بعضی هاشون رو هم به حبس ابد محکوم می کنن، اما تصمیم می گیرن که از هوتوهای غیر نظامی انتقام نگیرن. برای اینکه این هوتوهای غیر نظامی تقریبا 50,000 نفر بودن و اگه می خواستن همه اونها رو اعدام کنن یک نسل‌کشی دیگه اتفاق می افتاد. برای همین میان مردم خودشون رو تشویق می کنن که داستانهای همدیگر رو بشنون و همدیگر رو ببخشن. ظرفیت بخشش چیز کم توجهی نیست. امروزه وقتی که شما وارد کشور رواندا میشی هوتوها و توتسیها رو میبینی که دارن کنار همدیگه به عنوان همسایه، دوست، همکار تلاش میکنن که یک هویت مشترکی رو بسازن و برای بازسازی کشورشون و توسعه کشورشون دارن سخت کار میکنن. این ظرفیت بخشش اصلا برای من قابل هضم نبود. تا جایی که بالاخره برخلاف اینکه خیلی ها به هم گفته بودن که نباید راجع به قضیه جنوساید با مردم رواندا صحبت کنم، دل رو به دریا زدم و از جین که تورگایدمون توی کشور رواندا بود پرسیدم که آیا قضیه جنوساید رو به یاد میاره؟ و جین به من گفتش که البته که به یاد میارم. اون زمان هوتوها پدر من رو جلوی چشمان من به قتل رسوندن. و من میدیدم که وقتی که جین داره راجع به این قضیه صحبت میکنه چشماش پر اشک شده و چقدر غمگینه. و بعد جین خودش ادامه داد و به من گفتش که اما ما قاتل پدرمون رو بخشیدیم برای اینکه نمیخواستیم که بچه های ما با نفرت و انتقام و جنگ و خونریزی بزرگ بشن. ما میخواستیم که بچه هامون با صلح و آشتی بزرگ بشن، با مهربونی توی کشوری که در حال توسعه است، نه یک کشوری که پر از خون. و اونجا بود که من فهمیدم واقعا مردم رواندا چه قلب‌های بزرگی داشت. آدمیزاد باید قلب بزرگی داشته باشه که بتونه قاتل عزیزانش رو ببخشه. شاید هم مردم رواندا توی نسل‌کشی یک وحشت و تاریکی مطلقی رو دیدن که حاضر نبودن با خونریزی بیشتر وحشتناک‌ترش کنن. شاید مردم رواندا به این باور رسیده بودن که بخشش و مهربانی تنها راه رهایی از این کابوس وحشتناکه. به هر حال خوش به حال مردم رواندا که چنین قلب‌های بزرگی دارند. خوش به حال مردم رواندا که چنین دولتی دارند که تونست توی 30 سال مردمش رو از منجلاب نفرت و تفرقه بکشه بیرون و کشورش رو تبدیل کنه به یکی از امن‌ترین کشورهای آفریقا و یکی از کشورهایی که به سرعت در حال رشد و توسعه است. خوش به حال مردم. امیدوارم که از این داستان هم لذت برده باشید. همیشه به سفر باشید.
sipe just levou mentas non parece confia o amai.